شاید برای شما سوال باشه که روسیه چطور با پهپادهای اوکراینی مقابله میکنه. تو 2 هفته اول هجوم روسیه به اوکراین، نیروهای مسلح اوکراین 10 ها فیلم از شکار سامانه های پیشرفته پدافندی و جنگ الکترونیک توسط پهپادهای بیرقدار TB2 منتشر کردند. از این پهپادها برای شکار تجهیزات توپخانه، خودروهای حامل سوخت و مهمات و همینطور آسیب رسانی به یک قطار حاوی سوخت در حال حرکت از کریمه به مناطق اشغالی اوکراین استفاده شد و فیلم های اون عملیات منتشر شد. همزمان رسانه های دولتی ترکیه هم به تبلیغات گسترده در مورد عمل کرده این پهپادها پرداختند، موردی که به بازاریابی شرکت بایراکتار جهت فروش این پهپادها به کشورهای اروپای شرقی و آفریقایی کمک میکنه. اما یه مدت بعد با وجود تحویل تعداد بیشتری از این نوع پهپادها از طرف ترکیه به اوکراین، دیگه خبری از اون پروازها بر مناطق درگیری منتشر نشد. این توقف ناشی از تغییر تاکتیک نظامی نیروی زمینی روسیه و استفاده گسترده از سامانه جنگ الکترونیک کراسوخای 4 و جاسوسی الکترونیکی آفتوبازا جهت اخلال در سامانه های هدایتی این پهپادها بود که به ساقط شدن اولین فروند از اونا تو 26 اسفند سال قبل منتهی شد و بعد از اون تعداد بایراکتارهای از دست رفته اوکراین بیشتر و بیشتر می شد. سلام دوستان، به کانال ایران میلیتری، یکی از بزرگترین کانال های نظامی یوتیوب فارسی، خیلی خیلی خوش اومدید. اگه با سبک کانال ایران میلیتری آشنا نیستی این ویدیو رو تا آخر ببین و اگه خوشت اومد دکمه لایک رو بزن، سابسکرایب هم بزن. بی معطلی بریم ادامه این ویدیو. اما نقش ایران این وسط چیه و ارزش سامانه آفتوبازا چیه؟ سامانه آفتوبازا از سال 1390 و سامانه کراسوخای 4 از سال 1398 در اختیار نیروهای نظامی ایران قرار گرفتن. این نیروها نقش مهمی و تو آزمایش قابلیت های این سامانه تو نبرد ایفا کردن و اطلاعات مربوط به موفقیت های کسب شده خودشون رو با این سامانه ها با سازنده اون به اشتراک گذاشتن و تو بهبود اون نقش مهمی ایفا کردن. این وسط هم میشه به غنیمت گرفتن یه پهپاد جاسوسی RQ-170 آمریکایی با استفاده از آفتوبازا و همینطور چند مورد پهپاد شناسایی و انتحاری نیروهای مسلح آذربایجان تو جریان جنگ قره‌باغ اشاره کرد. اما برگردیم به جنگ روسیه و اوکراین. به دنبال شروع تهاجم روسیه به اوکراین، نیروی هوایی اوکراین تو جبهه شمالی و شرقی و نیروی هوادریای اوکراین تو جبهه جنوب و جنوب شرقی با روسیه وارد نبرد شدند و از پهپادهای بیرقدار TB2 استفاده کردند. تو جبهه شمالی این پهپادها به شکار سامانه های پدافندی و جنگ الکترونیک و راداری روسی و تو جبهه جنوبی برای هدایت آتش توپخانه علیه نیروهای روسی تو نزدیک نیکولایف استفاده شدند. اهداف اولیه این پهپادها تو جبهه شمالی و چه تو جبهه جنوبی سامانه های پدافندی تاکتیکی کوتاه و میانبرد ارتش روسیه بود که وظیفه مقابله نه تنها با پهپادها بلکه جنگنده بمب افکن ها و هلیکوپترهای اوکراینی رو داشتند. بر اساس عکسای منتشر شده بیرقدارهای اوکراینی تونستن تو اولین روزهای جنگ دست کم 3 سامانه پدافندی موشک کوتاه برد متعلق به ارتش روسیه رو نابود کنند. اونا همینطور 7 پرتابگر دارای رادار یا فاقد رادار سامانه های پدافندی موشک میانبرد روسی رو از بین بردن. از طرف دیگه از دیگه اهداف مهم بیرقدارها پست های فرماندهی ارتش روسیه بود و مراکز ارتباطی اونا. تصاویر منتشر شده توسط وزارت دفاع اوکراین حکایت از انهدام 2 پست فرماندهی و 1 مرکز ارتباطی رادیویی متعلق به ارتش روسیه به وسیله این پهپادها داره. این پهپادها بعداً سراغ توپخانه ارتش روسیه هم رفتن و با بمب‌هاشون موفق شدن چندین توپ کششی و خودکششی رو منهدم کنن. تو بعضی از فیلم‌های منتشر شده میشه استفاده از اونا جهت انهدام نفربرهای هجومی و خودروهای فرماندهی هم دید. اما تا الان فیلمی مبنی بر استفاده اونا علیه تانک‌های اصلی میدان نبرد تو دست نیستش که ناشی از سر جنگ کوچیک بمب‌های مامسی و اله که توانایی کمی تو نفوذ تو بدن و برجک تانک‌های محافظت شده با زره واکنشی دارند. اما میرسیم به بخش جالب داستان، نقش سامانه‌های جنگال روسیه تو ساقط کردن پهپادهای اوکراینی. تو روز 26 اسفند 1410 فروردین 1401 اوکراین به ترتیب اولین پهپادهای بیرقدار TB2 خودش را از دست داد. مورد اول با موشک زمین به هوا ساقط شد، اما مورد دوم با استفاده از عمل جنگ الکترونیک به زیر کشیده شد
که باعث شد نیروی هوایی اوکراین تو استفاده از این پهپادها چند هفته محتاطانه عمل کنه. ولی بعدا استفاده محتاطانه نیروهای مسلح اوکراین از این پهپادها تو روز 5 اردیبهشت تموم شد. تو اون روز نیروی هوایی این کشور با استفاده از پهپادهای تهاجمی شامل بیرقدار TB2 ساخت ترکیه و UG22 ساخت اوکراین حملاتی تو عمق خاک استانهای بریانس، بلگراد و کورسک روسیه ترتیب دادند. حملاتی علیه تأسیساتی مثل مراکز نگهداری مهمات و تسلیحات و همینطور مخازن نفت و سوخت که مورد استفاده نیروهای مسلح روسیه هستند. تعدادی از این حملات موفق بودند و بعضی هم ناموفق. تو جریان عمده این حملات پهپادهای شرکت کننده اهم از بیرقدار TB2 و UG22 توسط نیروهای مسلح روسیه ساقط شدند. تصاویر و عکس‌های موجود از پهپادهای ساقط شده حکایت از عدم وجود سوختگی و همینطور آسیب دیدگی ناشی از برخورد ترکش سر جنگ موشک‌های زمین به هوا تو لاشا بود که حکایت از استفاده از سامانه‌های جنگ الکترونیک جهت ساقط کردن اونا بود. مظنون اصلی در حقیقت سامانه جنگ الکترونیکی کراسوخای 4. این سامانه ضمن قابلیت بسیار بالا تو اختلال ماهواره های ارتباطی و جاسوسی و همینطور ایجاد اختلال تو عملیت های تجسسی هواپیماهای هشدار زودهنگام یا آواکس توانایی بالایی تو شناسایی، تحلیل و اخلال سیگنال های رد و بدل شده بین پهپادها و مراکز کنترل و هدایت اونا داره. کراسوخای 4 که نمونه پیشرفته و توسعه یافته سامانه جنگال یا همون جنگ الکترونیک کراسوخای 2 اولین بار تو جریان مداخله نظامی روسیه تو جنگ سوریه مورد استفاده قرار گرفت. از این سامانه برای اولین بار تو اردیبهشت 1400 جهت ساقط کردنه. یه پهباد بیرقدار TB2 نیروی هوایی ترکیه استفاده شد. پهبادی که تو زمان ساقط شدن در حال پرواز روی ادلب بود. جالبه بدونی نیروی هوافضای ایران هم نقش مهمی تو توسعه و بهبود این سامانه ایفا کرد. این نیرو اولین بار تو مرداد 1398 تعداد نامشخصی از سامانه کراسوخای 4 به همراه سامانه جنگال و شنود الکترونیکی رادیویی ژیتل از روسیه دریافت کرد. این سامانه ها سریعا به جزایر ایرانی تو خلیج فارس اعزام شدن و تو اونجا تحت آزمایش قرار گرفتن. سامانه کراسوخای 4 ارتباط بین پهباد بیرقدار رو با مرکز کنترل هدایت قطع میکنه. همینطور با اخلال تو سیگنال سامانه موقعیت نمای GPS باعث سقوط پهباد میشه. تو کنار کراسوخای 4 از سامانه جاسوسی الکترونیکیه آفتوبازه هم استفاده میشه. این سامانه امکان دریافت اطلاعات رد و بدل شده بین مرکز کنترل و پهباد رو برای نیروهای مسلح روسیه فراهم میکنه. نیروهای نظامی ایران هم تونستن با استفاده از این سامانه یه پهباد جاسوسی RQ-170 آمریکایی رو در حال پرواز بر فراز افغانستان در خاک ایران به زمین بنشونن و به غنیمت بگیرن. اما در نهایت هم باید بگم که اگرچه پهپادهای بیرقدار TB2 تونستن موفقیت های زیادی تو جنگ اوکراین برای نیروهای مسلح اوکراینی به همراه بیارن، اما بر اساس گفته‌های خود زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تو جریان یک کنفرانس خبری اونا توانایی تغییر سرنوشت جنگ رو ندارن و زلنسکی خودش به این مورد اشاره کرد که این پهپادها نمیتونن مسیر جنگ رو تغییر بدن. تو نبردهای کلاسیک پهپادهای تهاجمی مادون صوت و غیر رادارگریز مثل بایراکتار TB2 توانایی آسیب رسانی گسترده‌ای به نیروهای دشمن را ندارند و عملاً در برابر جنگال یا همون جنگ الکترونیک خیلی آسیب پذیرند. جنگ اوکراین به خوبی نشون داد که در صورت استفاده از سامانه‌های جنگالو همینطور سامانه جاسوسی الکترونیکی به راحتی میشه عملیات پهپادهای شناسایی رزمی رو مختل کرد. ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. لطفاً ویدیو رو لایک کنید و یادتون نره که نظراتتون رو برای بهبود کیفیت ویدیو تو قسمت کامنت ها برای من بذارید.